در حالی که معلومات هنوز نهایی نیست اما بدون شک زنان در پیروزی جو بایدن کمک کردند. طبق نظرسنجی های انجام شده توسط نهاد تحقیقاتی ادیسن 57 درصد از زنان به با بایدن رای دادند در حالی که 42 درصد به رئیس جمهور دونالد ترامپ جو بایدن از زمان پیروزیش در انتخابات زنان را برای پست های کلیدی کابینه معرفی کرده است. در حالی که این تیم تجربه و دستاورت های دارد، اعضای آن همچنان این طرز تفکر را انعکاس می دهد که ما نمی با افکار کهنه و عادات بدون تغییر به این آزمون ها رسیدگی کنیم. با عنوان مثال، ما می خواهیم برای اولین بار یک زن را در رأس اداره استخبارات ملی قرار دهیم. در صورت تایید از سوی مجلس سنا خانم اورل هنز انتخاب آقای بایدن برای ریاست استخبارات ملی خواهد بود بایدن همچنین زنان را برای خدمت به عنوان وزیر خزاین نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد رئیس بخش منجمنت و بودجه قصر سفید و به عنوان مشاوران اقتصادی خود انتخاب کرده است گروه مطبوعاتی او در قصر سفید نیز کاملا متشکل از زنان خواهد بود به شمول جن پساکی که به عنوان سخنگوی قصر سفید کار خواهد کرد. گروه کاری کامل هرس، معاون منتخب رئیس جمهور نیز متشکل از زنان خواهد بود به شمول تینا فلورنوی که به عنوان رئیس دفترش ایفای وظیفه خواهد کرد. این زنان از قشرهای مختلف نژادی و اقتصادی نمایندگی می کنند که شامل دختران خانواده های طبقه کارگر و مهاجر می شوند. فعالان میگویند این تنوع به با بایدن در دستیابی به اولویت های اصلی برابری نژادی و جنسیتی کمک می کند. ما واقعا می خواهیم افراد در سطوح بالای دولتی باشند که نه تنها در رشته های خود متخصصین و با تجربه باشند بلکه تجربه کار با آن جوامعی را داشته باشند که در آن خدمت می کنند یا می خواهند خدمت کنند تا آنان واقعا بتوانند و نمایندگی از مردم امریکا و جوامعی که بیشترین نیاز و حمایت و برنامه ها را دارند بهترین تصامیم را اتخاذ کنند. اجندای کاری آقای بایدن برای زنان شامل بهبود مسئولیت اقتصادی از طریق حقوق برابر و پایان دادن به تبعیض دوران بارداری یا حاملگی تعادل کار و خانواده از جمله مرخصی والدین و مراقبت از طفل دسترسی به مراقبت های صحی پایان دادن به خشونت علیه زنان و توانمندسازی زنان در سراسر جهان است برای تصویب برنامه بلند پروازانه خود در مورد زنان بایدن باید در کانگریس بر مشکل حزبی غلبه حاصل کند جایی که حزب دموکرات وی با تفاوت اندک اکثریت را در مجلس نمایندگان تشکیل می دهد و جمهوری خواهان شاید اکثریت را در مجلس سنای این نهاد تقنینی حفظ کنند نجیب خلیل تلویزیون آشنا صدای امریکا واشنگتن